تمامی زمین خداوند را آواز شادمانی دهی، خداوند را با شادی عبادت نمایی، به حضورش با ترنم آیی. خداوند نیکوست، خداوند نیکوست، رحمت او تا ابد الآباد. خداوند نیکوست، خداوند نیکوست، رحمت او تا ابد الآباد. به دروازه های او با هم بیاییم، به سرهای او با تسبیح، او را هم گویید و متبارک خوانید، زیرا که خداوند ما نیکوست. خداوند نیکوست، خداوند نیکوست، رحمت او تا ابدالآباد. 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 رحمت او تا ابدالآباد. رحمت او تا ابدالآباد. سلام شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم هفته شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید و در هر کجای این دنیای بزرگ که هستید آرامش خداوند با شما باشد. خدا را شکر که فرصت دیگری مهیا فرموده تا بدین وسیله کلام او را با هم مطالعه کنیم. دوستان عزیز، چنانچه مایلی تا سوالات محترم خودتون را با من مطرح بفرمایید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. عزیزان شنونده، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز او گوش فرا دهید. ای خداوند، وعده های تو چه عظیم است، بهر همه مؤمنی نور و یقین است. تو را خواهم، تو را جویم درون قلبم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. قلبم پر از حمد تو هست مسیح عیسی، جز تو کسی را نخواهم من در این دنیا. تو را خواهم، تو را جویم درون قلبم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم.
ای خالق کل هستی اینک می آیم، با دعا و شکر گذاری تو را می خوانم. جانم اکنون مشتاق توست مجی دنیا، قلب مرا با حضورت مزین فرما. قلبم پر از حمد تو است مسیح عیسی، جز تو کسی را نخواهم من در این دنیا. تو را خواهم تو را جویم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم. تو را خواهم تو را جویم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم. شنوندگان گرامی، تعلیم این هفته در ارتباط با اهمیت قیام عیسی مسیح از مردگان می باشد. مانند همیشه برای درک درستی از قیام عیسی مسیح از مردگان به کلام خدا مراجعه می کنیم تا خود خداوند این مهم را برای ما مکشوف فرماید. در ابتدا در کلام خداوند در اول قرنتیان فصل 15 آیات 20 تا 28 می‌خوانیم که کلام خداوند می‌فرماید واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. همانطور که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. همه ما می‌میریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. چون هر جا گناه باشد مرگ نیز وجود دارد، اما همه کسانی که از آن مسیح می باشند پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد، اما هر کس به نوبت خود. نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بازگشت او تمام آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. پس از آن آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان مسیح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهد کرد. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد. آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود. چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی همه چیز را به مسیح سپرده است، البته روشن است که خود خدای پدر زیر این اقتدار و سلطه نمی باشد. سرانجام وقتی مسیح بر تمام دشمنان خود پیروزی یافت، آنگاه خود او نیز که فرزند خداست خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد تا خدا که او را بر همه چیز مسلط ساخته بود بر کل عالم هستی حاکم شود. آمین.
عزیزان آیات 20 تا 28 در اول قرنتیان را در ارتباط با اهمیت قیام عیسی مسیح از مردگان مطالعه کردیم. در امتداد با آموزه کلام خدا در مورد اهمیت قیام مسیح از مردگان، باز آیاتی را در اول قرنتیان فصل 15 آیات 35 تا 58 خدمت شما قرائت می کنم. این قسمت از کلام خدا ما را در شناخت واقعیت قیامت از طبیعت راهنمایی می کنه. در آیات 35 تا 58 از فصل 15 اول قرنتیان می خوانیم که کلام می فرماید: اما شاید کسی بپرسد چگونه مردگان زنده خواهند شد؟ مردگان به هنگام زنده شدن چه نوع بدنی خواهند داشت؟ چه سؤال ناآگاهانه ای! جواب سؤالتان را می توانید در باغچه خانه تان بیابید. وقتی دانه ای در خاک می کارید، پیش از آن که سبز شود، نخست می پوسد و می میرد. و هنگامی که سبز می شود، شکلش با آن دانه ای که داشتید خیلی فرق دارد، زیرا چیزی که شما می کارید دانه کوچکی است، خواه گندم خواه دانه دیگر، اما خدا به آن دانه بدنی تازه و زیبا می دهد، همان بدنی که اراده کرده است. از هر نوع دانه گیاهی خاص به وجود می آید، درست همان گونه که دانه ها و گیاهان با هم فرق دارند، بدن ها نیز با هم فرق دارند. بدن انسان ها، حیوانات، ماهی ها و پرندگان همه با هم فرق دارند. بدنی که فرشتگان آسمان دارند با بدن ما تفاوت بسیار دارد و جلوه بدن آنان با جلوه بدن ما نیز متفاوت است. خورشید یک نوع زیبایی و شکوه دارد و ماه و ستارگان نوعی دیگر. حتی ستاره ها از لحاظ زیبایی و درخشندگی با یکدیگر فرق دارند. به همین صورت این بدن خاکی و زمینی ما که محکوم به مرگ و نابودی است، با بدنی که بعد از زنده شدن خواهیم داشت تفاوت دارد، زیرا آن بدن هرگز نخواهد مرد. این بدن باعث زحمت و رنج ماست، چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شکوه خواهد بود. بله، این بدن اکنون ضعیف و فانی است، اما بدنی که پس از مرگ خواهیم داشت پرقدرت خواهد بود. به هنگام مرگ بدن نفسانی دفن می شود، اما در روز قیامت بدن روحانی برخواهد خواست. زیرا همان گونه که بدن طبیعی و نفسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و روحانی نیز وجود دارد. کتاب آسمانی می فرماید که به اولین انسان، یعنی به آدم، بدنی طبیعی و نفسانی داده شد، اما آدم آخر، یعنی مسیح، بسیار برتر است، زیرا او روح حیات بخش می باشد. پس نخست باید این بدن نفسانی را داشته باشیم، سپس در آینده خدا بدن روحانی و آسمانی را به ما خواهد داد. آدم اول از خاک زمین آفریده شد، اما آدم دوم، یعنی مسیح، از آسمان آمد.
هر یک از ما انسان ها بدنی خاکی داریم شبیه بدن آدم. همچنین آنانی که از آن مسیح می گردند همانند او بدنی آسمانی خواهند یافت. همانطور که در حال حاضر هر یک از ما بدنی داریم مانند بدن آدم، روزی هم بدنی خواهیم داشت مانند بدن عیسی مسیح. آیه 50 می فرماید: ای عزیزان، مقصودم این است که بدن خاکی که از گوشت و خون ساخته شده نمیتواند وارد ملکوت خدا شود و این بدنهای فانی ما در خور زندگی جاوید نیستند. آمین. عزیزان، آیات 35 تا 58 را در مورد اهمیت قیام مسیح از مردگان مطالعه کردیم. در چند آیه باقی مانده در این قسمت، یعنی آیات 51 تا 58 در فصل 15 اول قرنتیان، باز کلام خدا در مورد بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده صحبت میکنه. عزیزان، پولس رسول در این آیات، در آیات 51 تا 58 در فصل 15 اول قرنتیان، در مورد سوال ایمانداران که بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده به چه صورته صحبت میکنه. پولس در این آیات میفرماید: حال میخواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فانی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید زندگی بر مرگ پیروز شد. در آیه 55 کلام خداوند می‌فرماید: ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ گناه، یعنی همان نیشی که باعث مرگ می‌شود، از بین خواهد رفت و شریعت که گناهان ما را به ما نشان می‌دهد، دیگر بر ما داور نخواهد بود. خدا را شکر برای تمام اینها. اوست که ما را به وسیله خداوندمان عیسی مسیح پیروز می‌گرداند. بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را دریافت خواهد نمود. آمین. عزیزان، باز یادآور می شم آیات 51 تا 58 در فصل 15 اول قرنتیان را در ارتباط با بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده مطالعه کردیم.
بله عزیزان، مسیح زنده است. مسیح از مردگان برخاست و حال در بهشت نزد پدر آسمانی برای ایمانداران به خودش شفاعت میکنه. به خاطر قیام عیسی مسیح از مردگان گناهان ما بخشیده شدند. عیسی مسیح به این جهان آمد تا داوطلبانه تمام گناهان انسان را، تاوانشان را یک بار برای همیشه تماماً بپردازد. در انجیل متی فصل 20 آیه 28 عیسی مسیح می‌فرماید: من که مسیحم نیامدم تا به من خدمت کنند، من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم. آمین. دوستان، مسیح با ایثار داوطلبانه جان خود مجازات گناهان ما را تماماً پرداخت. حال ما در ایمان به وی گناهانمان بخشیده شده و در نزد خدا عادل، یعنی بی گناه، محسوب می گردیم. عیسی مسیح بعد از قیام خود از مردگان با روح مقدس خیش در زندگی تمام ایمانداران به خود فعالانه حضور داره. عیسی مسیح به پیروان خودش قولهایی داد. یکی از قولهای مسیح این بود که اگر ایمانداران به وی با فروتنی در اجرای خاص و اراده مقدس او زندگی کنند، او با روح مقدس خودش همواره با آنها خواهد بود و آنها را قادر خواهد ساخت. قادر به چه چیز؟ قادر به زیستن یک زندگی خدا پسندانه و به بار آوردن میوه های فراوان که برای جلال نام خداوند و گسترش ملکوت او مفید می باشند. بله عزیزان، مسیح همینطور مکررن بر اهمیت تأثیر دعای ایمانداران تأکید داشت. عیسی مسیح به ما اطمینان می داد که وی دعاهای ما را حتما شنیده و به آنها جواب خواهد داد. مسیح به ما قول داد که اگر خواسته های ما در دعاهای من مطابق با خواست الهی خداوند باشند، وی حتما آنها را به ما عطا خواهد فرمود. در اول یوحنا باب 5 آیات 14 و 15 از کلام خدا می خوانیم که از این رو خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او به طلبیم، دعای ما را خواهد شنید و اگر یقین داریم که دعای ما را می شنود، می توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد. آمین. دوستان عزیز، به خاطر همه این فداکاری های عظیمی که مسیح برای ما انجام داده، او به راستی شایسته ستایش، اکرام و پیروی ما از اوست. شایسته و بجاست تا جهانبینی و اعمال ما در زندگی همواره بر اساس تعالیم حیات بخش و زندگی مقدس مسیح منطبق باشند. بیایید تا از عیسی مسیح به خاطر فیض، محبت و فداکاری بیمانندش برای من قدردانی کنیم. خدا را شکر. خب عزیزان شنونده، با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و این امید که مطالعه کلام خدا موجب برکت شما شده باشد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد.
در موکب زفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسان‌های بی‌نوا. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. سرای این سرود پیروزی، با شادی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی، تا رویم نزد منجی ما. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. غلیه شیطان فرو ریزد، چون آواز شادمانی خیزد، نه به قدرت و نه به قوت، بلکه با روح او به جادن. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمن. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین.